سلام، اینجا تهران، میدان سلماس، استدیوی رادیو اقتصاد آنلاینه. امروز 12 تیر ماه 99، من فاطمه اسماعیلی هستم. اخبار منتخب اقتصادی رو هر روز ساعت 18 در عصرگاه اقتصاد با ما دنبال کنید. مهمترین اخبار امروز ما شامل این موارد میشه: افزایش 121% قیمت مسکن در تهران، شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌های استانی وارد بورس میشن و 50% تالارهای پذیرایی ورشکسته شدن. افزایش 121% قیمت مسکن در تهران. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که از مهر ماه 97 تا خرداد ماه 99 قیمت مسکن در تهران 121% افزایش پیدا کرده. در خرداد ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان به 19,071,000 تومان افزایش پیدا کرده. شرکت سرمایه‌گذاری‌های استانی وارد بورس میشه. رئیس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور اعلام کرده که در آینده شرکت سرمایه‌گذاری‌های استانی وارد بورس شده و ارزش و دارایی‌های اونها از محل پذیرش شرکت‌های سهام بیشتر میشه. همچنین برخی که سهام عدالت خودشون رو به فروش رسوندن هنوز به مبالغ خودشون نرسیدن و در این زمینه شاهد مراجعات مکرر سهامداران به دفاتر و شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در سطح استان‌ها هستیم. همچنان توصیه ما بر پرهیز از فروش سهام تا ارزش واقعی اون مشخص بشه. 50% تالارهای پذیرایی ورشکسته شدن. رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی اعلام کرده که در حال حاضر 50% تالارها ورشکسته مطلق و 50% باقی مونده هم به پایان حیات نزدیکن و تا این لحظه هیچ کمکی به ما نشده که امیدی به بقا داشته باشیم. شاغلین و بنگاه‌های فاقد بیمه برای دریافت وام کرونا ثبت نام کنند. وزارت کار اعلام کرد با توجه به مصوبه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، صاحبان و شاغلان کسب و کارهایی که کد بیمه و کد کارگاهی ندارند، از سوی دولت حمایت می‌شوند. حدود 3 میلیون نفر شاغل در 14 رسته منتخب قرار دارند که مشمول حمایت‌های دولت می‌شوند. همچنین متقاضیان مشمول میتونن از دوشنبه هفته آینده 16 تیر ماه با مراجعه به سامانه کارا برای تسهیلات کرونا ثبت نام کنند. معاون تربیت و آموزش ناجا اعلام کرده که دوره آموزش رزم مقدماتی سربازی از 12 تیر ماه از 1 ماه به 2 ماه تغییر کرد. خانه های پرتقاضا در بازار مسکن پایتخت. طبق بررسی‌ها، واحدهای تا 5 سال ساخت از نظر عمر بنا، منطقه 5 از نظر توزیع منطقه‌ای معاملات، خانه‌های 5 تا 60 متر مربع در بازه‌های متراژی و واحدهای با قیمت 600 تا 850 میلیون تومان بر حسب ارزش هر واحد مسکونی، رتبه اول تقاضا در بازار مسکن شهر تهران را دارند. پوتین پیروز همه پرسی در روسیه شد. با شمارش 90% آرای همه پرسی تغییر قانون اساسی روسیه، اکثریت مردم این کشور با فراهم آمدن زمینه برای ادامه ریاست جمهوری پوتین تا سال 2036 موافقت کردند. حادثه در یکی از سوله‌های در حال احداث سایت هسته‌ای نتنز. سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته که بامداد امروز پنجشنبه در پی وقوع حادثه‌ای که چگونگی اون در دست بررسیه، یکی از سوله‌های در دست ساخت در محوطه باز سایت نتنز دچار آسیب شده. این حادثه هیچ گونه تلفاتی نداشته و لطمه‌ای به فعالیت‌های جاری این مجموعه وارد نکرده. همچنین از نظر احتمال ایجاد آلودگی هم با توجه به غیر فعال بودن مجموعه ذکر شده جای هیچ گونه نگرانی نیست. کولبری به زودی رسمیت می‌یابد. مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز گفته که به زودی مبادلات مرزی از جمله کولبری به نحوی که کسب و کار مرزنشینان به نحو کنترل شده ادامه داشته باشه به رسمیت شناخته میشه و امکان استعلام اصالت کالا از طریق سامانه 3-4 3-7777 مربع فراهمه و افراد میتونن شناسه کالا رو استعلام کنن و از قانونی بودن اون مطمئن بشن. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که در دولت 11 و 12 1,330,000 واحد مسکن مهر تحویل مردم داده شده و ما بقیه واحدهای مسکن مهر هم در سراسر کشور پرونده قضایی دارند و در دادگاه هستند که این امر خارج از کنترل وزارت راه و شهرسازیه.
همچنین 1,600,000 نفر در مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند و از این تعداد 800,000 نفر دارای شرایط لازم و کافی بودند، ضمن اینکه میانگین سنی ثبت نام کنندگان این طرح هم 34 ساله. انجام عملهای جراحی زیبایی تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. با افزایش بیماری در اپیدمی ویروس کرونا و لزوم مدیریت مجدد تخت‌های بیمارستانی، انجام عملهای جراحی که صرفاً جنبه زیبایی و غیر درمانی داشته از سوی وزارت بهداشت تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. خیلی ممنون که شنونده پادکست ما بودید. خدا نگهدار.